سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیروزی همراه باشید با خبرهای امروز خبرها را با واکنش ها به گزارش اخیر کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا از کاربرد شکنجه در بازجویی های این سازمان آغاز میکنم زید رد حسین کمیسر عالی حقوق بشر خواستار مجازات همه عاملان شکنجه از سوی سازمان سیا شد. در همین حال رئیس جمهوری پیشین لهستان نیز برای اولین بار پذیرفت که سیا در خاک کشورش ساختمان بازجویی امنیتی داشته. مارین لوپن رهبر راستگرایان افراطی جبهه ملی فرانسه نیز اعلام کرد شکنجه در برخی موردها ضروری است زید رعد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به انتشار گزارش شکنجه های مخوف سازمان سیا در آمریکا خواستار مجازات عاملان این شکنجه ها شد وی تاکید کرد نباید عاملان این شکنجه ها از مجازات مسون بمانند در بیانیه‌ای که دفتر این مقام مسئول در سازمان ملل متحد منتشر کرد آمده است همه کسانی که دستی در این شکنجه ها داشتند چه عاملان شکنجه و چه سیاستمداران و قانونگذاران و رؤسایی که چنین اجازه ای صادر کردند باید محاکمه شوند انتشار گزارش مفصل کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا درباره استفاده گسترده سازمان سیا از انواع روش‌های شکنجه علیه زندانیان بعد از 11 سپتامبر 2001 شوک و واکنش بسیاری به دنبال داشت. ابعاد این گزارش تکان دهنده می‌تواند دومنگیر برخی از سیاست مداران و مسئولان نه تنها در خاک آمریکا که در کشورهای متحد آمریکا شود و عدهای را به محاکمه بکشاند. در همین حال الکساندر کوواسنیوسکی رئیس جمهور پیشین لهستان برای اولین بار اعتراف کرد که او در دوران زمامداری خود به سازمان سیا اجازه داده بود تا یک مرکز بازجویی در خاک لهستان راه کند. کوواسنیوسکی که از سال 1995 تا 2005 رئیس جمهور لهستان بود، روز گذشته به پارلمان این کشور فراخوانده شد تا به پرسش ها درباره این گزارش پاسخ دهد. گزارش اسامی کشورهایی را که سازمان سیا در آنجا نیز دست به شکنجه زده، به شکل علنی اعلام نکرده است. با این حال، نشانه هایی که درباره برخی از این کشورها داده، شفاف و دقیق است. از روز سهشنبه 9 دسامبر که گزارش منتشر شد مشخص بود که لهستان یکی از این کشورهاست کوواسنیوسکی برای اولین بار حاضر شد بپذیرد و به شکل علنی اعلام کند که سیا چنین محل بازجویی در خاک کشورش داشته است با این حال او مدعی شد که هرگز نمیدانست ماموران سیا دست به شکنجه متهمان میزنند او تاکید کرد که مطلقا خبر نداشته که در داخل این ساختمان چه میگذرد کوواسنیوسکی گفت که همان زمان او از مقامات آمریکایی خواست که سندی را امضا کرده و متحد شوند که این ساختمان تحت نظارت سیا بر اساس قوانین لهستان و موازین حقوق بشر اداره خواهد شد رئیس جمهور پیشین لهستان برای اولین بار اعتراف کرد که مقامات آمریکایی حاضر نشدند این سند را امضا کنند. از سوی دیگر و در حالی که انتشار گزارش کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا واکنش های بسیاری را برانگیخته است، خانم ماریان لوپن، سیاستمدار افراطی راستگرای فرانسه و رهبر جبهه ملی این کشور سعی کرد با استفاده از نظرگاه های انسان دوستانه شکنجه را موجه نشان دهد. او گفت من این اقدامات را محکوم نمی کنم. ماریان لوپن در این باره مثالی زد. بگذارید به شما بگویم. تیک تاک تیک تاک در نمونه بمبی را در نظر بگیرید که باید یک یا دو ساعت دیگر منفجر شود و در صورت انفجار دویست یا سیصد نفر غیر نظامی کشته می شوند. در چنین شرایطی ضروری است که فردی که اطلاعاتی درباره آن دارد به حرف بیاید ماریان لوپن که در گفتگو با شبکه رادیویی مونت کارلو فرانسه گفت در چنین شرایطی باید از هر روشی که امکان پذیر باشد استفاده کرد در همین راستا سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید گزارش سنای آمریکا درباره شیوه های خشن و شکنجه متهمان تروریستی اعتبار اخلاقی ایالات متحده در جهان را خدشهدار کرده است جاش ارنست گفت حتی اگر چنانچه مقامات CIA گفتند این شیوه ها به اطلاعات مفیدی هم منجر شده باشد باز نباید به کار گرفته می شدند چرا که تصویر آمریکا را مخدوش کرده است انتشار گزارش سنای آمریکا درباره کاربرد شکنجه در بازجویی‌های سازمان مخفی سیا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، با واکنش شدید بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر همراه شده است. این سازمان‌ها خواستار اجرای عدالت در مورد عاملان این جنایات هستند. علی جنتی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد حسن روحانی دستور بازماندن شبکه های اجتماعی پرطرفدار در ایران را صادر کرده و با فیلتر شدن این وبسایت‌ها موافق نیست. وزیر ارشاد ایران با بیان اینکه باید جلوی تخلفات از شبکه های پر استفاده را گرفت اعلام کرد باستان این شبکه ها مانند آن است که وقتی دو راننده در یک بزرگراه تخلف می کنند بزرگراه را ببندیم در صورتی که باید همان دو نفر مجازات شوند اعلام مخالفت رئیس جمهور با فیلتر شدن شبکه های اجتماعی در کشور در حالی است که طی روزهای گذشته اظهار نظرهای مختلفی درباره این شبکه ها از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده از جمله غلامعلی حداد عادل که گفته برخی شبکه های اجتماعی حکم شراب در قرآن را دارند و احمد علم الهدا امام جمعه مشهد که اعتقاد دارد شبکه های اجتماعی مانند آب ویروس دارند و برای استفاده باید تطهیر شوند بعد از افزایش سی درصدی قیمت نان اکنون نرخ آرد نیز 44 درصد گران شد. محمد نظرنژاد نظر رئیس اتحادیه نانبایی های سنگکی در این باره گفت ما در صورت موافق افزایش نرخ نان بودیم که نرخ آرد هیچ تغییری نکند. اما با افزایش سی درصدی نرخ نان شاهد رشد 44 درصدی بهای آرد هستیم. دولت با افزایش نرخ نان در نظر دارد مانع زیان نانبایی ها و افت کیفیت نان شود. همزمان با افزایش سی درصدی قیمت نان، سهمیه ارد نانبایان هم 20 درصد کاهش پیدا کرد. غلام حسین صبحانی نیا دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی استان فارس اعلام کرد برای حادی قفاری پرونده قضایی تشکیل خواهد شد. در همین حال فرماندهان نمایندگان مجلس و برخی تشکلهای سیاسی محافظ کار در شیراز به سخنان جنجال برانگیز حادی قفاری واکنش نشان داده و خواستار برخورد با وی شدند. هدیه غفاری روز 16 همه آذر در دانشگاه شیراز در یک سخنرانی کم سابقه حملات تندی متوجه علی خامنه ای کرد و گفت اصلاح طلبان تلاش می کنند بر سر مردم چماغ نباشد این اظهارات با خشم نظامیان، روحانیون و محافظه‌کاران تندرو در شیراز مواجه شد و گروهی از نیروهای بسیج با تجمع مقابل استانداری فارس خواستار برخورد با وی شدند. گفته می شود هادی قفاری اوایل انقلاب با توانی صادق خلخالی قاضی شرع وقت امیر عباس هویدا را با شلیک گلوله‌ای به قتل رساند در حالی که پیشتر هم محمد جواد ظریف وزیر خارجه و هم برخی مقامات سپاه گفته بودند در مذاکرات هسته‌ای جایی برای مذاکره درباره موشک‌های ایران وجود ندارد یک نماینده مجلس گفته است ایران پذیرفته درباره برنامه موشکی خود هم گفتگو کند بیشتر خبرگزاری رویترز از عقب نشینی ایران در مذاکرات خبر داده بود محمود نبویان نماینده مجلس میگوید شورای عالی امنیت ملی هم در جریان مذاکرات هسته ای نیست و تیم مذاکره کننده ایران پذیرفته درباره برنامه موشکی تن به مذاکره بدهد نبویان توافقنامه ژنو را به ضرر ملت ایران ارزیابی کرده و گفته با امضای این توافقنامه جمهوری اسلامی بسیاری از منافع خود را از دست داده است بی افسوده، مجلس شورای عالی امنیت ملی و بسیاری از نهادها در جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات هسته‌ای قرار ندارند و دولت حسن روحانی هم حاضر نیست در این خصوص اطلاع رسانی کند این عضو جبهه پایداری تمدید مذاکرات را به نفع ایران ندانسته و اضافه کرده که تهران در این مذاکرات به موفقیتی دست نیافته است نبویان در بخش دیگری از سخنان خود به مذاکرات مسقط اشاره کرده و گفته به خاطر نادیده گرفته شدن خطوط نظام در این مذاکرات محمد جواد ظریف ناراحت شده و جلسه را ترک کرده است مقام های جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مسقط به خوبی یاد نمی کنند و بارها گفتند که این مذاکرات برای ایران بسیار تلخ بوده است. رسانه های سپاه گزارش کردند که آمریکا در این مذاکرات هشت خواسته جدید مطرح کرده است. اظهارات نبویان در حالی است که پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه از وجود شش موضوع اختلافی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک درباره زمان و چگونگی لغو تحریم ها خبر داده و گفته بود که ایران در مذاکرات اتمی اخیر اجازه مطرح شدن دو موضوع حقوق بشر و برنامه موشکی ایران را نداده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین از کاهش اختلاف ایران و طرف غربی بر سر راکتور آبسنگین عراق خبر داد و گفته بود که تمدید مذاکرات از اختیارات تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بوده است. وزیر خارجه ای ایران در جلسه غیرعلنی مجلس هم اخیرا حضور یافته و گفته بود که اگر طرف غربی به تعهدات خود عمل نکند ایران هم به عقب بازگشته و غنیسازی 20 درصد را آغاز خواهد کرد با این حال خبرگزاری رویترز چندی قبل در گزارش مفصلی از مذاکرات وین و مسقط خبر از عقب نشینی ایران داده بود آقای ظریف سوم آذر و پس از تمدید هفت ماهه مذاکرات در مورد برنامه اتمی ایران تاکید کرده بود که هدف رسیدن به توافق سیاسی در کوتاهترین مدت تا چهار ماه ماه مارس است آقای ظریف تاکید کرده بود همچنین در مقابل هر حرکت زورگویانه و تحمیلی نه تنها مقاومت می کنیم بلکه آن حرکت را محکوم به شکست می دانیم. وزیر امور خارجه ای ایران همچنین درباره نقش کاترین اشتون در مذاکرات اتمی با ایران گفت این تصمیم را باید اتحادیه اروپا بگیرد ما خبرهای متفاوتی را در رابطه با نقشی که خانم اشتون و خانم مگرینی ایفا خواهند کرد شنیده ایم. بر اساس گزارش ها کاترین اشتون با وجود آنکه مقام خود به عنوان نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی را واگذار کرده است نقش کلیدی مشاوره ویژه نماینده جدید اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده گفتگوهای اتمی با تهران را همچنان بر عهده خواهد داشت فدریکا موگرینی نماینده ارشد تازه انتخاب شده اتحادیه اروپا در امور امنیتی و سیاست خارجی خانم اشتون را روز 14 آذر به عنوان مشاور ویژه خود در این زمینه انتخاب کرد. قرار است دور بعدی مذاکرات اتمی ایران با کشورهای گروه پنج به علاوه یک در ماه دسامبر، ماه جاری میلادی و در سطح و وزرای خارجه کشورها انجام شود. در پی مرگ یک وزیر فلسطینی بانکیمون دبیرکل کل سازمان ملل و فدریکو موگرونی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شدند روز گذشته یک وزیر فلسطینی در کرانه بختری پس از درگیری با نیروهای پلیس و مأموران مرزی اسرائیل درگذشت تصاویر منتشر شده نشان میدهد که مأموران پلیس گلوی این مرد 55 ساله را به سختی فشار میدادند زیاد ابو عین از وزرای کابینه محمود عباس روز چهارشنبه به همراه گروه دیگری در کرانه بختری در تظاهراتی اعتراضامیز علیه گسترش شهرک های یهودی نشین در مناطق اشغالی شرکت کرده بود که لحظاتی پس از آنکه گلویش به سختی توسط مامور پلیس فشار داده شد روی زمین افتاد و در راه انتقال به بیمارستان درگذشت محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین این حادثه را عملی وحشیانه توصیف کرد و گفت ما نمیتوانیم آن را بپذیریم و مقابل آن سکوت کنیم سخنگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرده وضعیتی که منجر به مرگ زیاد ابو این شده تحت بررسی است قیمت جهانی نفت با کاهشی مجدد با افتی پنج درصدی مواجه شد به طوری که بهای نفت آمریکا به کمترین میزان طی پنج سال گذشته سقوط کرد و به مرز 60 دلار رسید علی النعیمی وزیر نفت عربستان که به پرو سفر کرده است گمان زنی ها درباره احتمال کاهش تولید نفت این کشور را بی اهمیت تلقی کرد و بر موضعی که دو هفته قبل در اجلاس اوپک مطرح کرده بود پای فشاری کرد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به کاهش قیمت نفت آن را ناشی از توطعه و برنامه‌ریزی سیاسی برخی کشورها دانست دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در سفر به ترکیه راههای مقابله با گروه تروریستی داعش را با مقامات این کشور مورد بررسی قرار داد ما در ماهای اخیر شمار شهروندان انگلیسی که از طریق مرز ترکیه وارد سوریه و عراق شدند و به داعش پیوستند افزایش یافته است بهنام امینی خبرنگار ما از ترکیه گزارش میدهد انگلستان ماه گذشته اعلام کرده در سالهای اخیر با بزرگترین تهدید امنیت ملی خودش مواجه است این تهدید به دلیل احتمال حملات تروریستی گروه داعش در خاک انگلیس است بخش از این تهدیدات البته ناشی از عضویت شهروندان انگلیس در این گروه است که مقامات این کشور را به شدت نگران کرده آنطور که گفته شده تا کنون 500 شهروند انگلیسی به گروه داعش پیوستند که به گفته مقامات این کشور نیمی از اونها به انگلستان بازگشتند حتی در همین رابطه هفته گذشته دادگاه انگلیس سه شهروند این کشور رو به جرم عضویت در گروه داعش به زندان محکوم کرد سفر نخست وزیر بریتانیا در پی اعلام رسمی مقامات این کشور در حال همین موضوع صورت میگیره و طبیعتا محور عمده گفتگوهای کمرون و مقامات ترکیه یافتن راه حلی برای جلوگیری از پیوستن شهروندان انگلیسی به گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق بود جدای از این آنطور که برخی از رسانه ها عنوان کردن نخست وزیر انگلیس از مقامات ترکیه خواسته تا اطلاعات دقیقی از مسافران خطوط هوایی ترکیه که به مقصد بریتانیا پرواز میکنند در اختیار آن کشور قرار بده تا کنترل بیشتری بر روی افرادی که از خارج وارد این کشور میشن داشته باشه اما در سفر نخست وزیر انگلستان به ترکیه موضوعات دیگه هم مورد بررسی قرار گرفت از جمله روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در این باره دیوید کمرون در دیدار با داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه گفت حمایت کامل انگلستان از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ادامه داره به نوعی شاید آقای کمرون یک معامله زمینی رو با مقامات ترکیه اعلام میکنه با این مضمون که ترکیه در قبال جلوگیری از ورود شهروندان بریتانیایی به سوریه و پیوستن به داعش به تامین امنیت ملی این کشور کمک میکنه و در مقابل بریتانیا از نفوذ خودش در اتحادیه اروپا پیوستن ترکیه به این اتحادیه استفاده خواهد کرد میدونیم سالهاست بحث پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مطرح است اما برخی کشورهای این اتحادیه هنوز نسبت به عضویت ترکیه نظر مثبتی ندارند اما در کنفرانس مطبوعاتی مقامات دو کشور به آینده سیاسی سوریه هم اشاره کردند هر دو کشور از تغییر رژیم سیاسی در سوریه حمایت کردند و گفتند در رابطه با آینده سوریه و تغییر رژیم سیاسی در این کشور اشتراک نظر دارن احمد داود اغلو نخست وزیر ترکیه ضمن اشاره به عملکرد رژیم اسد در مقابل شهروندانش گفت که رژیم اسد از نظر ما دیگر مشروعیت خودش رو از دست داده نخست وزیر بریتانیا هم ضمن تایید سخنان داود اغلو گفت که در زمینه پایان بخشی به موجودیت داعش و حمایت از مخالفین میان رژیم اسد دارای نقطه نظرات مشترکی با ترکیه هستیم سید محمد ای برادر بزرگتر رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با نشریه تازه تاسیس رمز عبور علیه هاشمی رفسنجانی موضع گرفته و گفته آمریکا به دنبال رهبری هاشمی بود به مدعی شده حضور مکفارلین در تهران برای توافق سیاسی برای رهبری پس از امام بود. محمد خاتمی خامنه ای افزوده اطرافیان حاشمی او را به سمت ریاست جمهوری سوق دادن تا یک پله به رهبر شدن نزدیکتر شود. برادر رهبری گفته اسنادی در این زمینه در دست دارد که اگر ضرورت یابد آنها را منتشر خواهند کرد. یک مقام آمریکایی میگوید در طول یک سال گذشته 600 نفر از اعضای سازمان مجاهدین از اردوگاه لیبرتی در عراق به آلبانی منتقل شدند. برت مکریک جانشین فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در اعتلاف مقابل با گروه داعش در پاسخ به سوال اعضای کنگره آمریکا در مورد وضعیت اردوگاه آزادی تایید کرد دولت آلبانی بر سر این موضوع با ایالات متحده همکاری کامل داشته است. و گفت هدف ما این است که همه ساکنان اردوگاه آزادی در امنیت کامل عراق را ترک کنند. سازمان ملل در اردیبهشت 92 اولین گروه از اعضای سازمان مجاهدین خلق را از عراق به آلبانی منتقل کرد پیشتر مریم رجبی گفته بود یا باید همه اعضای این سازمان که در عراق هستند به ایالات متحده ای آمریکا منتقل شوند و یا به اردوگاه اشرف در شمال بغداد بازگردند اما دولت آمریکا پس از پیشنهاد آلبانی تاکید کرد این سازمان باید این پیشنهاد را مقتنم بشمارد علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته در ایران با وجود تلاش هایی که شده مجلس دولتی به وجود نخواهد آمد. محافظه کاران منتقد دولت پیشتر بارها نسبت به آنچه تلاش روحانی برای در اختیار گرفتن مجلس آینده مینامند هشدار داده بودند. علی لریجانی رئیس مجلس ایران در همایش دانشجویی گفت با وجود تلاش هایی که شده مجلس دولتی به وجود نخواهد آمد. اصارات آقای لاریجانی در حالی بیان می شود که محافظ کاران منتقد دولت پیشتر برها نسبت به آنچه تلاش روحانی برای در اختیار گرفتن مجلس آینده می نامند داده بودند. شماری از آنها همچنین برخی نمایندگان حاضر در مجلس فعلی که دیدگاه های نزدیک به دولت یازدهم دارند را وکیل و دوله می نامند. آقای لاریجانی در ادامه سخنان خود و در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان که به حادثه کوی دانشگاه اشاره کرد و پرسید نسبت تکلیف شما با ظلم و ستمی که به دانشجویان شده چیست گفت هر حکومتی ممکن است در خلال کار اجرایی خود مسائل و مشکلاتی داشته باشد اینکه وظیفه دوستان نصیحت است حرف درستی است حاکمان مستثنا نیستند اما در شرایط منطقه ایران تنها کشوری است که از دموکراسی پایدار و با ثبات برخوردار است و مشکل امنیتی ندارد البته همیشه مشکلاتی بوده اما باید تلقی ما از موضوعات صحیح باشد وی افزود اگر وضعیت منطقه را مشاهده کنید میبینید که در برخی کشورها وضعیت آشفته و فرار از دموکراسی وجود دارد اما ما کشوری هستیم که ساختار دموکراسی خود را حفظ کردیم و وضعیت اقتصادی را شکل دادیم آقای لاریجانی ادامه داد طبیعتا ممکن است در برخی موضوعات کاستی هایی وجود داشته باشد مثلا در مورد حادثه کوی دانشگاه دو بار این حادثه رخ داد و مجلس شورای اسلامی نیز هر دو بار به موضوع ورود کرد و گزارش آن را به قوه قضایی ارائه داد کار مجلس همین است چرا که قوا تفکیک شدند قوه قضایی به برخی موارد رسیدگی کرد اما ممکن است شما بگویید به همه موارد رسیدگی نکرد یا اشکال موجود است مگر ما در اقتصاد و سیاست اشکال نداریم لکن در کلان حرکت وظیفه سیانت از هویت ملی و اسلامی و حفظ مردم سالاری است حضور ولایت فقیه در سیانت از امور مهم است وی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان که نظر وی را راجع به اینکه دانشگاه همیشه فضای آرام بودند اما عده همیشه دوست دارند فضای کف و سوت در دانشگاه ها ایجاد کنند و گاهی مجلس را تحقیر می کنند اما از طرف دیگر برای انتخابات مجلس برنامه ریزی می کنند گفت من خواهش میکنم آنقدر دلواپس نباشید و فکر کنید که دیگران هم مختصر عقلی دارند و فکر رو مراقبت می کنند و مراقبت میکنند و عدهای هم در کشور به این دقدقه ها میاندیشند و طوری نیست که در خلع تصمیم بگیرند پیش از این گزارش های تایید نشده این مبنی بر اینکه علی لاریجانی در زمینه انتخابات آینده همکاری های با دولت را آغاز کرده منتشر شده بود مخالفان میگویند آقای لاریجانی تصمیم دارد به واسطه تشکیل حزب رهروان ولایت موقعیت خود را در مجلس آینده تحکیم کند و هم به نیروهای همسو با دولت و محافظ کار معتدل برای ورود به مجلس کمک کند. در همین راستا معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات با اشاره به بحث وضعیت اصلاح طلبان و آمادگی آنها برای ورود به انتخابات مجلس گفت اصلاح طلبان موضوع انتخابات را به عنوان یکی از مهمترین سازوکارهای تغییر و تحولات سازنده در کشور برای پیشبرد اهداف و برنامه های تحول ساز تلقی می کنند. مرتزا مبلغ در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت در این میان شخصیت های کلیدی کشور از جمله آقایان هاشمی، خاتمی و سایر بزرگان حتما در انتخابات آتی به خاطر تحقق اهداف مردمی وحدت نظر خواهند داشت و همچون انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در این انتخابات نیز در حد توان مردم را برای رسیدن به اهداف سازنده و برحق خود یاری می کنند. و گفت در فرایند ایجاد وحدت و اجماع میان اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو آقای خاتمی به عنوان محور اصلی مورد اقبال همه اصلاح طلبان است و این محوریت در فرایند انتخابات مورد تایید سایر بزرگان نیز خواهد بود. انتخابات آتی مجلس ایران که با نظارت شورای نگهبان انجام می شود، اواخر سال آتی برگزار می شود و از همکنون تیفای نزدیک به حکومت تلاش برای ورود به مجلس را آغاز کردند. عربستان سعودی مبلغ 52 میلیون دلار به پناهجویان سوری کمک کرده است. این کمک پس از اعلام کسری بودجه سازمان خاروبار جهانی در تهیه مایحتاج غذایی تعداد زیادی از پناهجویان در فصل زمستان صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی علاوه عرب بر سوریه به پناهجویان اتیوپی و کنیا نیز کمک خواهد کرد. پیشتر دانمارک که یکی از بزرگترین حامیان مالی پناهجویان سوری است کشورهای حوضه خلیج فارس را به بیتوجهی به مسئولیتهای حقوق بشریشان متهم کرده بود سازمان خاروبار جهانی در روزهای گذشته نیز کمپینی راهاندازی کرد و از شهروندان سراسر جهان خواست تا مبلغ یک دلار به این کارزار اهدا کنند وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد جان کری یک شنبه ای آینده برای مذاکرات با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره تحولات منطقه و کرانه بختری به روم خواهد رفت این ملاقات در حالی صورت خواهد گرفت که اردن بر شروع مذاکرات اعضای شورای امنیت سازمان ملل در مورد پیشنهادهای فلسطینیان و اروپایی ها برای ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای برای پایان دادن به مناقشه خاورمیانه تاکید دارد اردن در این قصنامه خواستار پایان دادن به اشغال عراضی فلسطینی تا پایان نوامبر 2016 شد. فرانسه، انگلیس و آلمان نیز در حال ارائه پیشنویسی هستند که به گفته لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه پیشنهاد پایان دادن به مذاکرات صلح را ظرف دو سال ارائه خواهد داد. اما روز دهم دسامبر مصادف فوت با روز جهانی حقوق بشر ایرانیان مقیم پاریس به دعوت جمعی از فعالان مدنی و سیاسی برای اعتراض به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی گردهمایی اعتراضی برگزار کردند محمد رضا شاید خبرنگار ما از پاریس گزارش میدهد اصر چهارشنبه به مناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر در میدان چشمه سن میشل که تاریخچه بلند و طولانی دارد به دعوت چندین گروه و بنیاد سیاسی اجتماعی ایرانیان ساکن پاریس در این محل گرده هم آمدند نقض حقوق بشر در ایران به گفته حتی برخی از مقامداران در ایران انکار ناپذیر است باور تعداد اعدام ها و ندیدن این چهره ها آسان است با این همه روشن نگه داشتن شام ها در برابر باد و باران میسر بود. امروز دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر عده ای از ایرانی ها به دعوت سه نهاد دموکراتیک و حقوق بشری پاریس در میدان سن میشل کرده هم آمدن تا به نقض همه جانبه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنند حقوق بشر شامل حقوق بسیاری میشه از حق زندگی تا حق کار نبود تبعیض حق برابری در برابر قانون آزادی ها و بسیاری حقوق دیگر و میدونیم که در کشور ما همه این حقوق پایمال میشه کشور ایران حکومت ایران حکومتی بر مبنای تبعیض تبعیض جنسی، تبعیض مذهبی، تبعیض قومی و در همه زمینه ها اجحاف به حقوق شهروندان از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی بوده ما فکر کردیم که موقعیت مناسبی هستش برای که جمع بشیم در پاریس و سعی بکنیم اعتراض خودمون رو به نقض این حقوق در ایران اعلام بکنیم و از دولت جمهوری اسلامی ایران بخوایم که حقوق بشر و کنوانسیون های مربوط و اون رو به خودش امضا کرده و متحد کرده خودش به اونها اجرا بکنه ما می‌خوایم که صدای ما به گوش مردم فرانسه برسه از مردم فرانسه و آزاده فرانسه تقاضا میکنیم که از ما ها پشتیبانی بکنن تنها الروز حقوق بشر نیست بلکه سی سال قبل در چنین روزی مجمع عمومی ملل متحد پیمان بین المللی رفع شکنجه و رفتارهای تغییر آمیز غیر انسانی و ظالمانه رو به تصویب رسوند که ظرف چند سال پنج شیش سال این پیمان به تصویب تعداد کافی از ملل رسید و لازم اجرا شد اهمیت این پیمان خیلی مهمه اهمیت این پیمان بسیار بسیار زیاده و بایستی نادیده گرفته نشه در پایان نام و امضاهایی از سوی آبرین فرانسوی که گزارش کامل این گرده همایی را در برنامه زیر آسمان پاریس شنبه 13 دسامبر می توانید مشاهده کنید مشمولانی که بیش از هشت سال غیبت داشتند می توانند با پرداخت جریمه از انجام خدمت سربازی معاف شوند. مبلغ جریمه بین 20 تا 50 میلیون تومان تعیین و درآمد حاصل از این جریمه ها در لایحه بودجه سال 94 منظور شده است. سردار موسا کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از ارائه طرح جدیدی برای مشمولان قائب در سال 94 خبر داد. به گفت مشمولانی که بیش از 8 سال غیبت در معرفی خود به سازمان نظام وظیفه داشتند با پرداخت جریمه می توانند در سال 94 از معافیت سربازی برخوردار شوند. مشمولان قایبی هم که قصد پرداخت جریمه ندارند فرصت دارند تا 22 بهمن 93 خود را به حوزه نظام وظیفه معرفی و به خدمت اعزام شوند. در این صورت شش ماه اضافه خدمت آنان بخشیده می شود و به مراجع قضایی هم معرفی نخواهند شد. به گفته آقای کمالی بر اساس لایحه بودجه سال 94 مشمولانی که بیش از 8 سال قائب و سن آنان حداقل 27 سال و حد اکثر 50 سال است می توانند با پرداخت جریمه 20 تا 50 میلیون تومانی کارت پایان خدمت دریافت کنند. وی در رابطه با میزان جریمه مشمولان قائب گفت میزان جریمه بر اساس حضور مشمول در داخل یا خارج از کشور مدرک تحصیلی و مدت غیبت او تعیین می شود. همچنین مبلغ جریمه و نحوه اجرای این طرح بر اساس آین ای خواهد بود که از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تایید ستاد کل به تصویب هیئت وزیران می رسد. به گفته آقای کمالی در حال حاضر بین یک تا یک میلیون نفر مشمول قائب وجود دارد و این عده باید در مدت زمان باقی مانده از سال جاری وضعیت خدمت سربازی خود را مشخص کنند. وی تصریح کرد مشمولانی که از فرصت فراهم شده استفاده نکنند بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی از سال 94 محرومیت های اجتماعی و دستگیری در مورد آنان اعمال می شود. همچنین مؤسسات و اداراتی که این مشمولان را به کار بگیرند با جریمه مواجه خواهند شد. به گفته او دستگاه های دولتی خصوصی خبرگزاری ها رسانه ها در صورت بکارگیری این عده از مشمولان باید برای بار اول هزینه یک سرباز در سال و برای بار دوم بالاتر از هزینه سه سرباز را پرداخت کنند. هزینه سالانه یک سرباز سه میلیون تومان از سوی این سازمان برآورد شده است. در همین حال اقامت در خارج از کشور مشکلات خانوادگی گرفتاری شغلی و سن بالا دلایل اصلی غیبت مشمولان از سوی ستاد کل نیروهای مسلح عنوان شده است این ستاد تصمیم دارد تا تکلیف خدمت این افراد را هرچه سریعتر روشن کند به گفته آقای کمالی مدت خدمت سربازی از سال 94 به 24 ماه افزایش خواهد یافت او گفته است تا کنون تصیلات خوبی برای مشمولان قایب در نظر گرفته شده است اما از سال 94 طرح برخورد با مشمولان قائب در دستور کار قرار می گیرد آقای کمالی از مشمولان قایب خواسته است که سریعتر نسبت به تعیین تکلیف سربازی خود اقدام کنند و آن دسته از مشمولانی که سالهای قیبتشان کمتر از 8 سال است به امید تمدید قانون جریمه مشمولان قایب در سالهای آتی نباشند. این مقررات تنها تا پایان سال 94 اجرا خواهد شد و فعلا تصمیمی به تمدید آن گرفته نشده است. از سوی دیگر طرح برخورد با مشمولان قائب نیز در سال 94 اجرایی خواهد شد ممکن است در این شرایط دستگیر شوند. جانشین اداری منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره اینکه آیا فوتبالیست هایی که کارت های معافیت و پایان خدمت جلیشان باطل شده نیست امکان استفاده از این شرایط را دارند گفت این افراد جرمی را انجام دادند و پرونده آنان در مراجع قضایی در حال رسیدگی است اگر مرجع قضایی به این موضوع رسیدگی کند و در این باره حکم بدهد که آنان می توانند از این شرایط استفاده کنند، فوتبالیستانیز در صورت دارا بودن شرایط می توانند با پرداخت جرایم کارت معافیت دریافت کنند. به گفته او، طی سالهای 78 تا 79 که برای نخستین بار طرح فروش خدمت سربازی اجرا شد، تنها 360 هزار نفر از خرید سربازی استفاده کردند. خدمت سربازی برای مردان در ایران اجباری است این در حالی است که بسیاری از کشورهای همسایه ایران همچون عراق، افغانستان، پاکستان، عربستان، امارات متحده عربی و بحرین خدمت سربازی اجباری را لغو کردند. در ایالات متحده آمریکا نیز خدمت سربازی اختیاری است. همچنین در آلمان از ژوئیه 2011 خدمت نظام اجباری برای دوره صلح لغو شده است. با این گزارش به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با ما همراه بودید شب و روز شما خوش <abytes>